پژوهشگاه‌های مالیوی بین‌المللی، علی‌الخصوص بانک جهانی و بانک رشد آسیایی، دستگیری بودجه دولتی تاجیکستان را توقف نمودند. در وقت دیده برآمدن قانون درباره بودجه دولتی، حکومتداران تصمیم گرفته بودند که در سال 2018 تاجیکستان از پژوهشگاه‌های مالیوی بین‌المللی قرض‌های امتیازناک و گرانت به مبلغ بیش از 200 میلیون سومانی خواهد گرفت. چطوری که رادیو آزادی اطلاع می‌دهد، بانک جهانی در گزارشی تازه خود دایر به وضع اقتصادی جمهوری نوشته است: همه شریکان رشد برنامه‌های کمک مالیوی خود با بودجه را موقوف گذاشتند تا زمانی که حکومت با صندوق بین‌المللی اسعار با سازش دست نیابد. یاد راست میکنیم که بودجه سال 2019 کسره دارد. در این خصوص وزیر مالیه تاجیکستان فیض الدین قهارزاده در برآمدی خود اطلاع داده بود: دوره‌های امتیازناکی برای عملی نمودن لایحه حدود حجم کسری بودجه تقریبا 391 میلیون سومانی 41.5 میلیون دلار یا اینکه 0.5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میدهد. ابراز نمود وزیر: خیلی قیمت های و چی کار میکنیم؟ مشاهدان قید میکنند که بیشتری حصه درآمد ها با جمع کنی های انداز و گمرک اینچونین با جریمه ها راست می آید. کسره بودجوی سال 2018 با وارد جریمه هایی که در رفتی تفتیشات صاحب کاری کرده می شود پر کرده شده است. حفظ می رو